در جلسه قبل توضیح دادیم که در مرز عرفایی هم چون حافظ و دیگر عرفهای مثل نیچه، ویلیام شکسپیر و دیگر عرفهایی که در جای جای جهان زبان زده جهان هستی، اما در جدول مندلیوف ادیان عدد اتمیشون در جایگاه صوفیان قرار ندارد و مقامی در اهل تصوف و عرفان ندارند، نگاهی دارند به جهان هستی که 193 برنامه گذشته با این نگاه در وادی طلب آشنا شدید و در آن نگاه حافظ وار نزدیک به شریعت سگ نجس است و علت نجسی سگ هم این است که پرخاشگر است، خشمگین است، خور و خواب و خشم، شهوت و شهوت و خشم در سگ، با اینکه 10 صفت صوفی داره و هر کس که در جهان هستی یکی از این صفت ها رو داشته باشه بلا شک وارد بهشت میشه، اما از این نگاه چون طرفدار صاحبش هست، عاشق صاحبشه و به دیگران در جهان پرخاش میکنه، نجاست را به او تلقین کرد. اما از نگاه مولوی، از نگاه این برنامه 194 قبلی و 195 الان و به بعد، سگ نجس است، زیرا که انسانها لیاقت نگاه داشتن سگ را ندارن. پس در شریعت سگ نجس است و در طریقت تو نجسی و لایق نگهداری از سگ نیستی. انقدر نگاه ها عوض می شود. در برنامه قبل توضیح دادیم همینطور که از بین 100,000 اسپرم مثلا که وارد شکم مادر میشه، مادر یعنی صوفیسم، صوفیسم این دنیا فقط اجازه میده به یکی دو تا از این اسپرم ها که والد آبل بشن و اونجا در اصل نطفه تولید کنند و فقط در شکم این مادر 2-3 نفر، 1 یا 2-3 تا بچه میتونه جا بشه و مادر اینها رو راهنمایی کنه، هدایت کنه، تربیت کنه برای آمدن به جهنم بعدی که همین کره زمین. و این همین حالت هم در دنیای بعد از مرگ هست، یعنی در اونجا هم پدری وجود داره که شما باید قبل از رفتن به جهنم دوره بعد، جهنم دوره ملک، قبلش در بهشتی قرار بگیرید که یاد بگیرید، تربیت چید، رشد کنید، بدنتون یعنی اون بدن مثالیتون آماده این بشه که وقتی اومد بیرون از آب ششی که در شکم مادر در قبر داری استفاده میکنی وارد شش جدیدی بشه که بتونون هوای اون دنیای بعدی و جهنم بعدی رو تحمل کنه. و این پدر بیشتر از چند نفر رو هم نمیتونه با خودش ببره، زیرا که این پدر هم باید این بچه رو تربیت کنه. به عبارتی عشق واسطه بین صوفیسم در این دنیا یعنی مادر و بچه، موجب رشد بچه، تکامل بچه و آماده شدن بچه به جهان بعدی یعنی کره زمین و جهنم این دوره است و به تبع در اون دوره هم همین شکلیه و صوفیسم بعدی باید تربیت کنه شما رو برای دنیای بعد، بعد از ملک. براسی نطفه اصلا یعنی چی؟ طبقات جهان چه شکلی هست؟ براسی اصلا چرا بچه باید در شکم مادر 9 ماه بماند؟ چرا 11 ماه نماند؟ چرا میگن 8 ماه بچه به دنیا بیاد میمیرد و 7 ماهه تا حدودی زنده میماند؟ از خود سوال کرده اید؟
9 ماه. وای ویلکم تو 192 پنجمین برنامه ریستارت، مرز مولوی با نگاه مولوی، سعدی و عرفایی که در این جدول مندلیوف ادیان و اهل تصوف و عرفان جا دارن، رتبه دارن، مقام دارن. ویلکم می فرند. ما شبان نه رکی شد هم شوشی.